سلام به همه، چطوری؟ من دلم برای شما خیلی تنگ شده بود. چه داستانی رو قبلا شنیدیم؟ درباره دختری که با کاپیتان ملاقات کرده بود، درسته؟ امروز قراره دختر و فرشته رو یه بار دیگه در حال حرف زدن ببینیم. قصه امروز شاید از همه مهمتر باشه، پس حتما تا آخر با دقت گوش کنید. بیایید همین حالا به داستان گوش کنیم. پس ما افراد مختلف رو در جاهای زیادی ملاقات کردیم. چطور بود؟ احساس می کردم خواب می بینم. هر کسی رو که امروز ملاقات کردم معلوم می شد خوشحال هستند و لذت می بردن. شاید افرادی که با آرزوها زندگی می کنن چنین به نظر می رسن. ها؟ گرچه ممکنه فقیر باشم، اما شهامت دارم و آرزو می کنم. بله، هر کسی می تونه رویا داشته باشه. بسیاری از مردم یک رویا دارن، اما رها می کنن چون سخته. اما اشخاصی که تا آخر تسلیم نمی شن می تونن آرزوهاشون رو مدیریت کنن و به دست بیارن. همچنین رسیدن به رویا به معنای مشهور شدن یا ثروتمند شدن نیست. امید که رویای شما باعث خوشحالی کسی بشه واقعا رویای بزرگیه. ما یک بار دیگه دختر و فرشته رو رسم می‌کنیم. بیایید کمی متفاوت اونها رو رسم کنیم. ما یک تصویر رو رسم می کنیم که دختر و فرشته دست در دست هم به طرف آسمان پرواز می کنن. Thank you.
حالا رنگایی رو که دوست دارید برای رنگ‌آمیزی اونها استفاده کنید. معلمان به کودکان کمک کنید تا بتونن آزادانه رنگ‌آمیزی کنن. Thank you.
من پیشینه رو بیان میکنم. فقط کشیدن شکل‌های ابر این رو مقبول می‌کنه. همه انجام دادن؟ دوستان چطور بود؟ با تشکر از فرشته ما با افراد زیادی با رویاهای مختلف ملاقات کردیم. از همه شما میخوام یه رویا داشته باشید، اما وقتی رویایی دارید خوب نیست که حریص باشید و بخواید با به دست آوردن اون دیگران موفق بشید. رویاهایی که شما و دیگران رو خوشحال میکنه بهترین رویاهاست. آرزو دارم همه شما چنین رویاهایی داشته باشید و آدمهای شگفت‌انگیزی بشید. مهم اینه که تسلیم نشید، حتی اگر این فقط یه رویای کوچیک باشه. لطفاً این رو به خاطر داشته باشید و نقاشی‌های عالی بکشید. از اینکه دوباره با شما صنف داشته باشم خیلی لذت بردم. لطفاً منتظر صنف بعدی ما باشید. ما با نقاشی‌های بسیار عالی روبرو خواهیم شد. خدا نگهدار.